درود بر شما آقای امینی عزیز، ممنونم ازتون که اطلاعاتی که من نگفتم شما فرمودید. آقای امینی، در مورد آقای که چه عرض کنم، یکی از بزرگترین شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران، محمد علی فروغی، زکاالملک، دو حتی ممکن است سه برنامه رو اختصاص بدیم به زندگی نامش. میخواستم اول از شما بپرسم که زندگی نامه‌ای از مرحوم فروغی باقی مانده؟ کسی درباره او یک زندگی نامه نوشته؟ پسرانش یا کسان دیگری؟ از زندگی فروغی رو ما بیشتر از لابلای نوشته های دیگران میشناسیم. آنچه که در اسناد به جای مانده و از گزارش هایی که به جای مانده و بخش از زندگی خصوصی او از لابلای یادداشت های دو فرزندش، یادداشت های مهندس محسن فروغی و همچنین محمود فروغی، و به ویژه از یادداشت های محسن فروغی که مربوط می شود به دوران جنگ جهانی دوم، و همچنین کارهایی که دیگران که آشنا بودند با فروغی انجام دادند. خود فروغی زندگی نامه‌ای بر به جای نگذارده، مانند بسیاری از بزرگان تاریخ ایران یادداشت هایی که از او در دست داریم یادداشت های پراکنده است. البته چند سال پیش زنده یاد افشار موفق شد که با همکاری چند نفر دیگر، ایرج افشار یادداشت هایی که 67 سال پس از درگذشت فروغی به کتابخانه او، کتابخانه‌اش هم سپرده شده بود به یکی از مراکز فرهنگی ایران، یادداشت هایی رو که در ژانویه سال 1904، یک سال نیم پیش از فرمان مشروطه، به مدت 6 ماه روزانه نوشته بود، این یادداشت‌ها پس از 67 سال تحویل داده شد. یعنی این یادداشت‌هایی بود که پسر بزرگ فروغی، جواد فروغی، در دست داشت. جواد فروغی در دهه 30 درگذشت، اندکی پس از مرگ پدر درگذشت، یعنی حدود فکر می‌کنم 10 سال 12 سال پس از مرگ پدر درگذشت، و هیچگاه این یادداشت‌ها رو به کسی نشان نداده بود، و به گفته افشار هیچ یک از دو فرزند دیگر، پسر دیگر محسن و محمود، هم به افشار اشاره‌ای درباره یادداشت‌ها نکرده بودند. این یادداشت‌های خصوصی فروغی است که تنها یادداشت‌هایی است که از او به جای مانده و دوره 6 ماهه‌ای از زندگی او رو، به ویژه روابطش رو با قزوینی که به او میگفته محمود خان، محمد خان قزوینی، در واقع اونها رو آشکار میکنه. یادداشت بسیار جالبی است که شیخ محمد فروغی به اون میگفته و سپس محمد خان، و در این یادداشت حتی خوراک روزانه رو یادداشت میکرده، مثلا غذای صبح شیر، بعد ظهر عدسی و همچنین چیزهایی که میخورده رو همه رو یادداشت میکرده، و جزئیات زندگی و کار روزانه 6 ماه رو این او در واقع یادداشت کرده. ای کاش فروغی این کار رو ادامه میداد و یادداشت‌های بیشتری از خودش به جای می‌گذاشت، ولی تنها چیزی که از او در دست داریم درباره زندگی خود او، آن یادداشت‌هایی است که از او به جای مانده و به کوشش، اجازه بدید که مطمئن باشم، به کوشش دکتر حسن رهاور در واقع اون رو تنظیم کرده و به کتابخانه فروغی سپرده. دکتر حسن رهاورد؟ بله. در تهران؟ در تهران در سال 1378. بله. یعنی در حدود 17 سال پیش. آقای امینی، یه سوالی، حالا شاید هم دقیقا مرتبط به فروغی نباشه. وقتی به تاریخ رجال ایران مراجعه میکنیم، به خصوص در عصر بین قاجاریه و رضاشاه، بله، متوجه میشیم که این شخصیت هایی که در جامعه به اصطلاح شهرت داشتن، محبوبیت داشتن، اینها چندان با هم رابطه حسنه ای نداشتن. اختلاف سیاسی همواره بین اونها بود و در جامعه هم
به اصطلاح یک اجماعی درباره هیچ کدوم اینا وجود نداشت. این دلیلش چی میتونسته باشه؟ درست میگم؟ کاملا درسته. به داوری من دو زمینه دارد، دو پیشینه دارد این رفتار. نخست روی هم رفته ساختار ایلیاتی، عشیره‌ای و واپسمانده جامعه ایران است که جامعه روی هم رفته پیشرفته ما مانند جوامع اروپایی نداشتیم که نخبگان جامعه با یکدیگر محافلی درست کنند، نزدیک بشوند. میبینید در یه دوره‌هایی ما این رو داشتیم ولی در بیشتر دوران‌هایی رو نداشتیم. عامل اصلی اما خودکامگی است، بیم و حراس از سیاست است و اینکه جایگاه افراد رو در جامعه، نزدیکی و دوری اونها با ارباب قدرت و با دربار تعیین میکنه، در این گرفتاری ها خیلی نقش داشته. اگر کسی از چشم پادشاه میافتاده، یاران نزدیک به او هم کوشش میکردند که با او رابطه ای نداشته باشند و نزدیکی و دوری به ساختار قدرت روابط افراد رو هم با هم سازمان میداده. به همین دلیل است که مثلا در دوران یک نوع دموکراسی نیمبندی که ما در ایران داشتیم، در فاصله بین شهریور 20 تا مرداد 1332، محافل سیاسی و فرهنگی تازه‌ای به وجود آمد، افراد با هم نزدیک شدند، کافه نادری ها شکل گرفت و حتی در حوزه سیاست هم احزاب به وجود آمد. ولی پیش از اون چاره‌ای جز این نبود که موقعیت افراد بر پایه نزدیکی و دوری به قدرت تعیین بشود. مثلا یکی از نکاتی که حتما شاید امروز نرسیم، هفته آینده اون اشاره خواهم کرد، پیوند رابطه دور و نزدیک فروغی و مصدق است، دو شخصیت بسیار مهم دوران اون دوران از مشروطه به این سو که هر دوی اونها دارای جایگاه برجسته‌ای در تاریخ ایران بودند ولی با یکدیگر نزدیکی نداشتند، حتی در زمینه‌های درگیری داشتند، یا رابطه مصدق و تقی‌زاده یا برخورد کسروی با تقی‌زاده، در حالی که هر دوی اونها شیفته مشروطه بودند و کسروی میتوان گفت که از نخبگان روشنگر دوره دوم پس از مشروطه به شمار می‌آمد و تقی‌زاده به راستی باید گفت یکی از بزرگترین شخصیت‌های انقلاب مشروطه بود و شاید روشنفکری به اندازه او در سامان دادن به انقلاب مشروطه نقش نمی داشته. ولی کسروی تقی‌زاده رو نمی پذیره و کسروی تقی‌زاده رو نقد می کنه و اگر شما به درستی به تاریخ نگاه بکنید می بینید که نقد کسروی به تقی‌زاده یک سویه است و همچنین درگیری هایی که میان مصدق و فروغی در مجلس ششم به وجود می آید. بسیاری از اینها باز می گردد به مسائل سیاسی جامعه و باید گفت که با درد باید این رو گفت، با رنج باید این رو گفت که نبودن فضای سیاسی باز در ایران نزدیک شدن افراد رو با یکدیگر بسیار دشوار کرده و رابطه رو محدود کرده و تا به جایی پیش رفته که داوری ها درباره آدم های مانند فروغی و تقی‌زاده و دیگران با دشمنی ها همراه بوده. کسانی که مثلا هوادار سرسخت زنده یاد محمد مصدق هستند فروغی رو نمیپسندند و او رو یک آدم بر روی هوادار ساختار خودکامگی میدانند و به عکس کسانی که سخت به فروغی مهر میورزند و او رو یکی از برجسته ترین نخبگان لیبرال دموکراسی ایران میشمارند چندان سر مهری با مصدق ندارند. اینها رو با هم مقایسه میکنند در حالی که در یک کشور آزاد و پیشرفته هر دوی این شخصیت ها و دیگر شخصیت ها دارای جایگاه ویژه خودشون هستند. داور، تیمورتاش، فروغی، مصدق، همه اینها در ساختن ایران مدرن نقش داشتند، هر یک به جای خود با کاستی ها و گرفتاری ها و نقد هایی که به هر یک از اینها میتوان داشت و چه بسا که به برخی کمتر میتوان نقد داشت و به دیگری بیشتر. روی هم رفته باید گفت که باید بازسازی کرد تاریخ 150 سال گذشته ایران رو و این شخصیت ها رو از نو شناخت. اشاره کردید به فروغی، فکر می کنم لازم است که یک نکته، نمیگویم اصلاحی، کار شما رو نمیشه اصلاح کرد، اما توضیحی در اینجا با
هم میهنان در میان بگذارم. پدر فروغی در واقع از روشنفکران عصر روشنگری ایران بود. خود فروغی رو باید از روشنفکران عصر سازندگی ایران به شمار آورد، دوره پس از مشروطه که سازندگی در ایران آغاز می شود. البته کار روشنگری بسیار کرده، ولی به دوره دوم پس از مشروطه بیشتر مربوط می شود. یه دوره پیش از مشروطه و دوره پس از مشروطه داریم و از این لحاظ باید گفت که کاملا نکته شما درست هست. ما دارای یک روابط درستی میان نخبگان جامعه ایران نبوده و هنوز هم نیستیم، هنوز هم با این گرفتاری روبرو هستیم که بسیاری از انسان‌های برجسته در جامعه ایران شاید بتوان گفت چشم دیدن یکدیگر رو ندارند و به جای پشتیبانی کردن از کار یکدیگر بیشتر پای نقد یکدیگر می‌نشینند. آقای امینی، از پدر فروغی سخن به میان آوردید. بله. محمد حسن فروغی. بله. که فرمودید از روشنگران زمان بوده. بله. و از ناصرالدین شاه این لقب رو دریافت کرده. بله. از ناصرالدین شاه در واقع این نام فروغی رو اصلا از ناصرالدین شاه گرفته. سروده هم از او در دست هست در این باره. اگه پیدا کنم شعر پدر فروغیه. بله بله، شعری از پدر فروغی که میگوید که چگونه من در واقع فروغی شدم. در لابلای یادداشتام بوده و اگر پیدا کنم حتما این رو برای شما خواهم خوان. ببینید، خاندان فروغی، اجازه بدید اینجا اشاره بکنم، خاندان بسیار کهنی در تاریخ ایران هستند. پدر بزرگ اونها آقا مهدی ارباب و نیاکان او در اصفهان و در شهرهای دیگر دارای جایگاه برجسته‌ای بودند. به کار بازرگانی برخی از اونها و کار دیوانی می‌پرداختند. گفته می شود، البته می دانید که به دلیل پیورزی ها تعصبی که نسبت به یهودیان در ایران وجود دارد، هیچ یهودی مسلمان شده این رو نمی پذیره، ولی دیگران در این باره نوشتند و چه بسا درست بوده باشه که نیاکان فروغی یهودی تبار بودند و سپس مسلمان شدند. و حتی گفته می شود که باز اسنادی در این زمینه به طور قطعی در دست نیست، ولی گزارش هایی است که می توان به اونها اطمینان کرد که نیاکان فروغی، یکی از نیاکان فروغی، نماینده بازرگانان یهودی تبار در اصفهان در دشت مغان بوده، در اون مراسم بزرگ آغاز پادشاهی نادرشاه. البته گفتم خود فروغی و دیگران هیچگاهی رو نپذیرفتن که نیاکان اونها یهودی تبار بوده باشه، ولی به هر روی این گزارش ها داده شده. ولی به هر روی خاندان بسیار کهنی در ساختار دیوانی و بازرگانی ایران بودند. این سروده پدر فروغی است که هنگامی که ناصرالدین شاه رو فروغی خوانده، زکالمک اول، فروغ یافت چو از مدح شاه گفته من، مرا خدیو معظم لقب فروغی داد. خیلی سروده جالبی است. ببینید، پدر فروغی کمتر شناخته شده، یعنی در میان نخبگان رهرو آزادی در ایران در رده نخستین نشانده نشده، در حالی که در رده نخستین باید نشانده می شده. کاری که او در انتشار 10 سال روزنامه تربیت در تهران کرد، از نزدیک به 11 سال پیش از فرمان مشروطه تا سال فرمان مشروطه روزنامه تربیت رو در تهران منتشر می کرد و کار سردبیری و برگرداندن نوشته های فرانسوی و انگلیسی به فارسی برگرده پسر او بود، یعنی محمد علی فروغی. و این روزنامه کار بسیار ارزنده‌ای کرد. خود فروغی بزرگ پدر در زمینه گسترش اندیشه های آزادی در دوران ناصرالدین شاه نقش داشته، اگرچه خیلی ها این تصور رو دارن که در دوره ناصرالدین شاه ما با یک استبداد مطلقه یا خودکامگی مطلقه روبرو بودیم. واقعیت چنین نیست. دوره ناصرالدین شاه در واقع یک نوع خودکامگی منور هست، یا یک دو دیکتاتوری منور هست. دوره ایست که شاه اجازه نمیداده کسی در علوم سیاسی یا سیاست وارد بشه، ولی در رشته های دیگر
دست اونها را آزاد می‌گذاشته و به همین دلیل هم در این دوران هست که ما با بسیاری از آثاری روبرو هستیم که برگردان آثار علمی و پیشرفته اروپایی در ایران بودند و فروغی هم، محمد حسن فروغی هم در شمار کسانی است که در این زمینه کار بسیار ارزنده ای انجام داده و فرزندش رو در کنار خودش از 6 سالگی آموزش میداده، زبان فرانسه به او آموخته و فروغی سپس در سن بسیار پایینی یکی از یاوران یا از نیمه مدیران مدرسه دارالفنون شده، در اونجا به شاگردان کمک میکرده و از شمار کسانی است که در توانا کردن دارالفنون بسیار نقش داشته. منظورتون فروغی پسر؟ بله پسر، بله بله، یعنی در واقع فروغی ایشون مثل که گفتگوی ماست امروز، مثل بله. که معلم احمد شاه بوده؟ بله معلم احمد شاه بوده. خب بفرمایید که با اون تعریفی که شما از عصر ناصری کردین، میشه گفتش که ناصرالدین شاه یک دیکتاتور منور یا صالح بوده؟ بله ببینید، شاید ناخواسته، ولی به این دلیل که در دوران پهلوی باید نسبت به قاجار نقد میشده، همون گونه که امروز در دوران جمهوری اسلامی باید به هر چه که در دوران پهلوی انجام شده نقد کرد، این روشی که بر روی در اون دوران وجود داشته، دوران ناصرالدین شاه دوران بسیار تیره و تار تاریخ ایران نشان دادن، این واقعیت نیست. دوران ناصرالدین شاه دوران پر از گرفتاری است، اما در این حال دورانی است که عصر روشنگری در ایران، حالا با همه محدودیت های عصر روشنگری، چون من بارها گفتم که ما به راستی عصر روشنگری اروپایی در ایران نداشتیم، ولی بر روی همان آباریکه روشنگری که در ایران داشتیم در دوران ناصرالدین شاه آغاز شده و پیش از دوره مظفری، و در دوره ناصرالدین شاه است که دارالفنون ساخته می شود، مدارس تازه به وجود می آید و اینها دستاوردهای دوران ناصرالدین شاه است. وزارت انطباعات به وجود میاد. بله و خب اعتماد السلطنه یکی از کسانی است که در اون دوران اگرچه از دستیاران نزدیک ناصرالدین شاه به شمار می آید، در گسترش پاره از دانش ها یادکار روزنامه‌ای در ایران نقش بسیار مهمی داشته و میتوان گفت که آدم‌هایی بودند در اون دوران که با پشتیبانی از پادشاه توانستن راه رو برای روشنگری‌ها آماده کنند. اگر نبودن این آدم‌ها دارالفنون به وجود نمی‌آمد و دارالفنون در پدیدار شدن رشته‌های علوم تازه در ایران نقش بسیار مهمی داشته. حتی میدونید که ناصرالدین شاه علاقمند زیاد میشود به عکاسی و تشویق میکنه عکاسی رو. البته معروف است که وقتی که عکس برخی از زنان حرم گویا به دست دیگران میفته، میخواسته که این سازنده آورنده دوربین رو سیاست بکنه و اونها هم زرنگی میکنن و میگن این تقصیر سایکس هستش که این دوربین رو ساخته، او در واقع باید فتوای یا سیاست رو علیه او به کار برده، در اون هم در آلمان بوده، زورشون نمیرسیده، احتمالا در اون موقع در گذشته بوده. بله ولی بر روی ناصرالدین شاه در سفرهایی که به اروپا میکنه یک نوع شیفتگی نسبت به پیشرفتهایی که در اروپا بوده نشان میدهد، همراه با استبداد، خودکامگی، دشمنی با پاره دگرگونی های سیاسی، ولی حتی تن در میدهد به پیدایش کابینه، به اجرای برخی قوانین، پیشنویس نخستین قانون اساسی ایران 30 سال پیش از قانون اساسی مشروطه در دوران ناصرالدین شاه به دست سپهسالار تهیه شده، بزرگترین رفرماتور دوران ناصرالدین شاه سپهسالار وزیر او، به راستی کارهای بسیار بزرگی در اون دوران انجام داده و کارهای ماندگاری که ادامه پیدا کرد و سرانجام مشروطه به وجود آمد. این است که آدمهایی مانند محمد حسن فروغی و بسیاری دیگر که در اون دوران کار میکردند، کار دیوانی میکردند، کار روزنامه‌ای میکردند، اینها در دگرگون کردن جامعه ایران نقش بسیار مهمی داشتند و در بستر این نوع روشنگری است که محمد علی فروغی، زرقاء الملک دوم، که البته ایرانیان امروز او رو به عنوان تنها زرقاء الملک میشناسند،
پرورش پیدا کرد و یکی از نخبگان برجسته فرهنگ و سیاست و ادب ایران شد. جناب امینی، فروغی سیاستمدار بوده یا روشنفکر یا هر دو در زمانهای مختلف؟ در کشوری مانند ایران باید گفت که شما نمیتوانید تنها روشنفکر و تولید کننده اندیشه باشید، مگر اینکه مانند کسی چون قزوینی بیشتر در بیرون از ایران زندگی کنید، در حالی که اگر بخواهید در داخل ایران زندگی کنید مانند تقی‌زاده، یکی از بر روی روشنفکران و تولید کنندگان اندیشه و نوشته‌های بسیار ارزشمند تاریخی هم هست، نمیتوانید خودتون رو از حوزه سیاست برهانید مگر اینکه کاملا کناره بگیرید. مانند آدمیت، فریدون آدمیت خب کادر بلندپایه وزارت خارجه، از وزارت خارجه کناره گرفت تا بتواند به کار پژوهشی بپردازد و برجسته‌ترین کارهای پژوهشی یا کارهای ارزشمندی که ما آدمیت رو با اون کارها میشناسیم در دورانی بود که از کار وزارت خارجه کناره گرفته بود. اگر آدمیت از وزارت خارجه کناره نگرفته بود، شاید در تاریخ از او به عنوان یک کادر برجسته یا کادر میانی وزارت خارجه یاد میشد. فروغی هم در چند دوره که به کار سیاست نپرداخته بود یا پیش از ورود به سیاست کارهای ارزشمند نوشتاری و پژوهشی انجام داد. بیشترین کار پژوهشی او در اون 6 سال خانه‌نشینی است از پایان دوره نخست وزیری دوم او در دوران رضا شاه که خانه نشین شد و در این 6 سال کارهای ادبی زیادی کرد و کارهای دیوانهای سرایندگان برجسته ایران رو همراه با قزوینی و دیگران یا غنی اینها رو غلطگیری کرد و کارهای برجسته ای از او به جای مانده. به نظر من فروغی روشنفکر سیاستمدار بود و نه سیاستمدار روشنفکر. بیشتر کار او در زمینه روشنفکری بود و در سیاست طبیعتاً درگیر کارهایی شد که شاید با کار سیاسی او تا حدودی در رو در رو قرار می گرفت و به همین دلیل هم به او خورده می گیرن که مثلا فرصت طلب بوده، در حالی که در تاریخ ایران جز از این که شما باید در لابلای شرایط سیاسی روز تا حدودی زندگی بکنید تا بتوانید بمانی، چاره دیگری برای کسانی مانند تقی‌زاده و فروغی نمی بوده. برخی مانند زنده‌یاد مصدق خب به طور کلی کناره گرفتند یا به دور از حوزه سیاست دوران رضاشاه بودند، ولی کسانی مانند فروغی و تقی‌زاده در سازندگی دوران رضاشاه درگیر شدند. اصلا فروغی یکی از مهمترین شخصیت های فراز رضا شاه به پادشاهی بود، از او پشتیبانی کرد در تاج گذاری و در انتقال قدرت از قاجار به پهلوی جایگاه بسیار بلندی داشت و در این حال در دوران های وزیر شد و سرانجام هم به نخست وزیری رسید. و من می توانم حتی بگویم که آدم های مانند فروغی، هدایت، مخرج سلطنه هدایت و تا حدودی مصطفی الممالک که زودتر از اینها درگذشت، در آرام کردن تب پادشاه در خودکامگی یا جلوگیری از پاره از کارهای تندروانه پادشاه نقش بسیار مهم می داشتند. در واقع این پادشاهی دوران رضاشاه را تا حدودی جنبه اصلاحی بهش دادن و بسیاری از کارهای مثبتی که در اون دوران صورت گرفت از جمله از سوی این آدم ها آغاز شد. نه اینکه تنها اونها بودند، خود رضا شاه و دیگران هم در این زمین ها نقش داشتند. مثلا نمونه ای رو خدمتتون بگم، برانگیزنده سفر رضا شاه به ترکیه فروغی بود. خب فروغی آتاتورک رو میشناخت، شیفته دگرگونی های ترکیه شده بود. سفیر ایران در ترکیه بود نه؟ بله، در سفارت داره نقش داشت و با آتاتورک نزدیک بود. آتاتورک رو از نزدیک میشناخت و حتی دوستی با آتاتورک داشت و خیلی علاقمند بود که رضا شاه رو برانگیزاند به سفر به ترکیه. ببینید این خط برانگیختن پادشاه برای سفر به کشورهای دیگر
خطی است که در دوران ناصرالدین شاه آغاز شده. سپهسالار ناصرالدین شاه رو برانگیخت به چند سفر به اروپا و به راستی ناصرالدین شاه رو متحول کرد و ایران رو متحول کرد. دیگران مظفرالدین شاه رو برانگیختند به سفر به اروپا و تأثیر بر رفتار رو گذاردن. رضا شاه تنها یک بار پیش از اون به خارج از ایران رفته بود و اون به سفری بود که پس از هنوز پادشاه نشده بود، سفری است که پس از در دوران نخست وزیری پس از کنار آمدن با خزعل و تسلیم خزعل از راه بصره به بغداد رفت و از بغداد به ایران بازگشت، ولی جز این سفری به خارج نکرده بود و فروغی سخت شیفته این بود که رضا شاه رو برانگیزاند به اینکه به خارج برود، به ترکیه برود. تیمورتاش همین کوشش رو در گذشته انجام داده بود، ولی خیلی ها فکر میکردن تیمورتاش خودش به دنبال گرفتن قدرت است. در مورد فروغی کسی این تصور رو نمیکرد. رفتار متین او، رفتار آرام او این تصور رو در کسی ایجاد نمیکرد که میخواهد به جای پادشاه بنشیند یا میخواهد قدرت در دست بگیرد. آدمی بسیار آرام بود و به دور از جریانهای قدرت و ترجیح میداد که از راه اندرز در واقع کار بکنند. یکی از چیزهایی که به او خورده میگیرند به فروغی، و من در این باره خیلی ها شنیدم و در جاهایم خواندم، به سخنرانی معروف او در هنگام آغاز پادشاهی رضا شاه در مجلس مؤسسان خورده میگیرند که او سخنرانی پر از تملقی درباره رضا شاه انجام داد. سالهای پس از اون خود او گفته بود که در تاریخ ایران اندرز رو با شاهان از راه تملق میتوان انجام داد. اگر میخواهید به پادشاه اندرز بگویید باید نخست از پادشاه ستایش کنید و او رو بزرگ کنید تا بتوانید او رو آرام کنید. در همون سخنرانی هم ما رگه هایی از این داوری هایی رو میبینیم که در اندیشه فروغی همواره وجود داشته. اون شیفتگی به آزادی است که پدر او هم سخت شیفته آزادی بوده و از آزادی سخن میگفته و از فکر اروپایی و همون نوشته هایی که از فروغی به جای مانده که مجموعه اونها سیر حکمت در اروپا شده و شیفتگی او رو به فلسفه اروپایی و آشنایی او رو به فلسفه اروپایی نشان میدهد، گواه بر این است که در همان سخنرانی با همه ستایش گزاف بودانه ای که از رضا شاه کرده، در واقع اندرز میدهد که شاه باید تابع قانون باشد، باید با مردم رفتاری قانونی انجام بدهد. و این خطی است که در زندگی فروغی ما میبینیم و برانگیختن رضا شاه در سفر به ترکیه پیامدهای بسیار نیکی داشت و میتوان گفت که یکی از سکولارترین وزیران پس از مشروطه فروغی بود. مخالفت سرسختی داشت از اینکه آخوندها در سیاست دخالت کنند. حتی یکی از کارهایی که در آغاز نخست وزیری خودش انجام داد محدود کردن مراسم ختم در مسجد ها بود. دستور داد که در هر شهری تنها دو مسجد با شناسایی شهربانی برگزار کنندگان ختم باشند و هر ختمی تنها دو ساعت به درازا بکشد. این بخشنامه دولتی است و در هیچ ختمی در مسجد شیرینی و چای و قهوه صرف نشود و سیگار و قلیان وجود نداشته باشد. ببینید ظاهرا یک دخالت در امور مذهبی است، ولی در واقع میخواست از قدرت روحانیان حتی در این زمینه بکاهد و نقش اونها رو کاهش بدهد و این کاری بود که فروغی به آن دل بسته بود. یعنی به راستی باور داشت که باید سیاست در دست نخبگان غیر مؤمن باشه و علما و روحانیون باید به کار تنها دینی بپردازن. آقای امینی، این درسته که در 32 سالگی فروغی از بنیانگذاران لوژ بیداری ایرانیان بود و نیست پیوست؟ او در 32 سالگی به لوژ بیداری که پیشتر ایجاد شده بود پیوست. این شما حتما، شاید شما یا دیگران به نوشته های آقای رایین توجه میکنید که رایین او رو در واقع از پایه‌گذاران لوژ بیداری
خوانده درست نیست. لوژ بیداری پیش از اینکه فروغی به آن بپیوندد به وجود آمده بود. ببینید، خیلی ها با کنجکاوی و شاید دلبستگی برای پیشرفت ایران به این لوژ ها میپیوستند، مانند جمعیت آدمیت که پدر فریدون آدمیت ایجاد کرد و محمد مصدق هم به اون پیوست و به همین دلیل هم امروز در تبلیغات حکومتی میگویند که مصدق هم فراماسون شده بود. اینها انجمنهای فراماسونری ضرورتا نبود، برخی از اینها انجمن فراماسونری بود مانند لوژ بیداری، برخی از اینها بیشتر جنبه، حالا با این عبارت تاریخی بگم که در فرهنگ ما وجود داشته، اخوت یا عیاری یا جمعیت برادری بود، کسانی با هم همپیمان می شدن که کاری رو انجام بدن. خود پروژه فراماسونری هم اصلا این گونه آغاز شد، یک پروژه مدرنیته بود در برابر ساختارهای دینی، یک پروژه سکولار بود، سمت و سوی دیگری به خود گرفت. ولی در ایران هم این جریان‌های فراماسونری گاه با انگیزه نزدیکی بزرگان ایران با دولت بریتانیا آغاز می‌شد و گاه جداً جنبه کنجکاوی و علاقمندی به پیشرفت جامعه داشت. من بر این باور نیستم که فروغی یک وابسته یا گماشته دولت بریتانیا در ایران بوده. نه درباره فروغی چنین داوری رو می‌پذیرم و نه درباره تغیزاده. من فکر می‌کنم فروغی و تغیزاده انسان‌های میهن پرستی بودند که باور داشتند بدون یاری گرفتن از دولت‌های اروپایی نمی‌توان ایران رو پیشرفت داد و این یک طرز تفکری بوده که در اون دوران وجود می‌داشته. خود مصدق هم اگر نگاه کنید بر این باور بوده که بدون الگوبرداری از کشورهای مانند سوئیس یا فرانسه نمی‌توان ایران رو پیشرفت داد و این خب تفاوت‌های نظری میان اوناست. ولی من گمان می‌کنم که مصدق هیچگاه هرگز در این اندیشه بوده که به یک جریان فراماسونری بپیونده، به دلیل اینکه با جمعیت آدمیت همکاری می‌کرده، و نه فروغی باور دارم که برخلاف تبلیغاتی که بعدها شده از رهبران فراماسونری در ایران بوده، همچنین تغیزاده. من فکر می‌کنم اینها ایرانیان میهن پرستی بودند که در سازندگی ایران نقش بسیار مهمی داشتند و قربانی دعواهای سیاسی و جنجال‌های سیاسی شدند در این گرفتاری های سیاسی تاریخی که ما داریم، که سمتگیری می شود که اگر شما طرفدار زنده یاد مصدق هستید حتما باید فروغی رو وابسته بدانید و بالعکس طرفدار فروغی هستید مصدق رو آدمی در راهی نادرست بشمارید. اینها جریان های سیاسی نادرستی است که در تاریخ ما شکل گرفته و ما باید اونها رو اصلاح کنیم. آقای امینی، میگویند از فروغی سخنرانی ها و به حال سخنان بسیار پرمحتوایی در باب آزادی و آینده آزادی در ایران ایراد شده. آیا این سخنرانی ها در دسترس است؟ چگونه است؟ جز آن سخنرانی که اشاره کردم که سخنرانی فروغی است در گمان میکنم مجلس مؤسسان یا تاجگذاری رضا شاه که بسیار معروف هست، ما یک سند دیگری از فروغی در دست داریم که بسیار گویای داوری های فروغی است و در این حال برداشت او از دوران پیش از شهریور 20. ببینید، شهریور 20 متفقین وارد ایران شدند و پادشاهی رضا شاه پایان یافت و فروغی با درایت این کشتی رو هدایت کرد و نگذاشت که پادشاهی به پایان برسد، چون اگر این پادشاهی با اون صورت در ایران به پایان رسیده بود، جمهوری که از در اون بیرون می آمد حتی خودکامه‌تر از هر نوع پادشاهی مشروطه دیگری می شد. این است که جلوگیری کرد از این کار و رضا شاه در 18 یا 19 شهریور از ایران خارج شد. در مهر ماه، اجازه بدید که تاریخ دقیق اون رو خدمتتون بگم، در مهر ماه، بله 16 مهر 1320 در یک سخنرانی در دارالفنون، دارالمعلمین مرکزی،
که مدرسه علوم سیاسی هم بخشی از اون بود، یک سخنرانی کرد و این سخنرانی به جای مانده. من بخشای از این سخنرانی رو برای شما اجازه بدید بخونم که دیدگاه فروغی رو تا حدود زیادی درک کنید. میگوید: به حمدالله و به فضل خداوند بار دیگر پا به عرصه آزادی گذاشتیم. خب نگاه کنید، میگوید بنابراین آزادی نبوده که بار دیگر پا به عرصه آزادی گذاشتیم و میتوانید از این نعمت برخوردار شوید. البته باید قدر این نعمت را بدانید و شکر خداوند را به جا آورید. از رنج و محنتی که در ظرف 40-30 سال گذشته یا 30-40 سال گذشته به شما رسیده است، امیدوارم تجربه آموخته و معنی آزادی را دریافته باشید. در این صورت میدانید که معنی آزادی این نیست که مردم خودسر باشند و هر کس هر چه میخواهد بکنند. در این حال آزادی، در عین آزادی قیود و حدود لازم است. اگر حدودی در کار نباشد و همه خودسر باشند، هیچ کس آزاد نخواهد بود و هر کس از دیگران قوی تر باشد، آنان را اسیر و بنده خود خواهد کرد. مقدماتی میگوید و سپس اینگونه میگوید: شما ملت ایران به موجب قانون اساسی که تقریبا 35 سال پیش مقرر شده است، دارای حکومت ملی مشروطه هستید. اما اگر درست توجه کنید، تصدیق خواهید کرد که در این مدت 35 سال کمتر وقتی بوده است که از نعمت آزادی حقیقی برخوردار بوده باشید و چندین مرتبه حکومت ملی، یعنی اساس مشروطیت شما، مختل شده است. شرایطی که در حکومت ملی باید ملحوظ باشد چیست؟ ببینید این پیام او، نگاه کنید با پیام مصدق تا چه اندازه نزدیک است. این نکته‌ای که در اینجا میخواهم بگویم، فراموش نکنید که معنی حکومت ملی این است که اختیار امور کشور با ملت باشد. این خیلی مهمه. یعنی شاه باید سلطنت کند نه حکومت. اصلا قوای ملت، قانون اساسی، قوای ملت، قوای دولت ناشی از اراده ملت است، ناشی از تصمیم ملت است. بار دیگر میخوانم: فراموش نکنید که معنای حکومت ملی این است که اختیار امور کشور با ملت باشد. و البته میدانید که هر کس اختیاراتی دارد و در ازای آن اختیارات مسئولیت متوجه می شود و وظیفه روزنامه نگاران وظیفه پادشاه رو توضیح میده. این فروغی است یک ماه پس از آغاز پادشاهی محمد رضا شاه. اما وظیفه پادشاه چیست؟ وظیفه پادشاه این است که حافظ قانون اساسی و ناظر افعال دولت باشد و افراد ملت را فرزندان خود بداند و به مقتضای مهر پدری با آنها رفتار کند و رفتار و کردار و گفتار خود را سرمشقی قرار دهد. روی هم رفته وظیفه جمیع طبقات ملت این است که، بعد اشاره می کند به غیره، حالا این نتیجه نهایی صحبت و سخنرانی اوست. می گوید که ببخشید، اگر پادشاه حافظ قوانین نباشد، اصولا می گوید که مشروطه یعنی قانون، آزادی یعنی قانون، حکومت قانون، کاملا نکته ایست که در سخنان دیگران هم بوده. اگر پادشاه حافظ قوانین نباشد و سلطنت را وسیله اجرای هوای نفس سازد و اگر طبقات ملت از طریق شرافت پا بیرون گذارند، باید حتم و یقین دانست که باز اوضاع این 35 سال گذشته تجدید خواهد شد. این سخنانی است که فروغی در آغاز پادشاهی محمد رضا شاه در دارالفنون کرده و به عنوان نخست وزیر، نخستین نخست وزیر دوران محمد رضا شاه، آخرین نخست وزیر رضا شاه، و تجدید پیمان میکنه که ما باید مشروطه رو زنده کنیم، ما باید حکومت قانون رو زنده کنیم، روزنامه نگاران باید مسئول باشن، نمایندگان مجلس باید کارشون قانونگذاری باشد، دولت باید مجری قوانین باشد، قضات باید با شرافت رفتار کنند. در این سخنرانی میگوید و پادشاه باید نقش پدرانه و در واقع یک نقش سرپرستی رو در جامعه داشته باشد و نه
اجرای چیزی رو و باید تابع قانون اساسی باشد. این سخنان فروغی است در این یعنی در واقع میتوان گفت حدود یک سال پیش از درگذشت فروغی. آقای امینی، فروغی سالها به عنوان مترجم زبان فرانسه، زبان انگلیسی و چند زبان دیگر خدمات بسیار به فرهنگ ایران کرد و ده ها کتاب به خصوص کتب درسی برای ایران و جوانان ایران نوشت و یکی از آثار بسیار مهم او اصول علم ثروت ملل که نخستین کتاب علم اقتصاد است در ایران. بله، خب این خیلی کار جالبی است. این کتاب که از کارهای بسیار برجسته فروغی است، همراه با سیر حکمت در اروپا، گواهی بر آگاهی فروغی نسبت به دانش‌های اروپایی است. در این کتاب او در واقع گزیده‌ای از آنچه که در اروپا به نام علم اقتصاد پذیرفته شده بوده رو جمع‌آوری می‌کنه و جالب اینجاست که اگرچه فروغی از نقطه نظر سیاسی سخت پایبند لیبرال دموکراسی است، در این کتاب حتی از پاره از ارزش‌های سوسیال دموکراسی دفاع می‌کنه و از حقوق طبقه کارگر و ضرورت کنار آمدن سرمایه‌داران و کارفرمایان با کارگران، زور نگفتن به کارگران، نیاز به وجود سندیکاها، خیلی کار جالبی در اون دوران انجام داده که واقعا میتوان گفت سالهای درازی پیش از پیدایش جریان چپ در ایران فروغی از این نوع ارزش‌ها پشتیبانی میکرده و زمانی که اصلا تصور این وجود نمیداشته که چنین بحثایی در جامعه وجود داشته باشه. خیلی سالها پیش از ایرانی یا حزب توده او در واقع این کتاب رو فراهم کرده. کارهای زیادی از فروغی به جای مانده. آنچه که امروز در دست داریم روی هم رفته باید گفت 17 اثر از فروغی به جای مانده. نوشته‌های پراکنده‌ای هم از او در دست هست. تاریخ مختصر ایران رو برای دانش آموزان نوشت، برای دارالفنون. تاریخ مختصر قدیم روم رو او هم برای دارالفنون نوشت. دوره مختصر از علم فیزیک. اصول علم ثروت ملل. این کتاب تقریبا صد و فکر میکنم نزدیک به 100 سال پیش یا اندکی در همون پیرامون مشروطه نوشته شده. حقوق اساسی یا آداب مشروطیت دول یکی از مهمترین کتاب‌های حقوق سیاسی در ایران است. تاریخ ملل قدیمی مشروطه ترجمه است البته. حکمت سقراط و افلاطون. اندیشه‌های دور و دراز. پیام به فرهنگستان. خیلی کار بسیار بسیار ارزشمندی است. سیر حکمت در اروپا. آیین سخنوری یا فن بلاغت. این که کلیات سعدی رو تصحیح کرد، زبده دیوان حافظ رو بیرون داد، تصحیح روایات خیام رو با غنی انجام داد، خلاصه شاهنامه رو و خیلی کارهای دیگر. شاید بتوان گفت یکی از برجسته ترین کارهای او سیر حکمت در اروپا است که برای نخستین بار فلسفه اروپایی رو بار دیگر به ایرانیان معرفی میکنه، به جوانان اون دوران ایران که آشنا نبودند. حتی خود احمد کسروی میگوید که از راه سیر حکمت در اروپا با اندیشه های فلسفی اروپاییان و یونان آشنا شده، چون سیر حکمت در اروپا از دوران یونان آغاز میکنه و دوران جدید میرسه. از این لحاظ باید گفت که فروغی خدمت بسیار بسیار برجسته‌ای به روشنگری در ایران کرده و همچنین در دوره دیگری به سازندگی در ایران. آقای امینی، چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده، یک سوال دارم و اون این است که چرا بسیاری از ایرانیان فروغی رو به دلیل نقشی که در جریان انتقال پادشاهی از رضا شاه به محمد رضا شاه داشت فقط میشناسند و کارهای برجسته او از نظر دور مانده؟ خب بر روی نزدیکترین دوره به ما همین دوره پایانی کار فروغی است که جایگاه بسیار برجسته در ماندگاری ایران ایفا کرد. در اون دوران هم شوروی و هم بریتانیا، آمریکا کمتر، در سودای این بودند که پس از جنگ ایران رو همچنان
مانند پیمان 1907 منطقه نفوذ خود بگردانند و چه بسا هم در جستجوی رئیس جمهوری بودند که این رئیس جمهور با اونها نزدیک باشه. شوروی ها این پیشنهاد رو به ساعد مراغی کرده بودند که خب سالهای درازی سفیر ایران در مسکو بوده و گمان میکردن با اونها نزدیکی داره و بریتانیا این پیشنهاد رو به فروغی کرد که بر این باور بود که با اونها نزدیک است و بر این بودند که ایران رو در واقع از راه‌های همچنان در چنبره قدرت خود نگه دارند. فروغی در این دوران با درایت اجازه نداد که مسیر مشروطیت دگرگون بشه. شاید آقای امینی دو دقیقه، شاید اگر امروز برگردیم شاید رئیس جمهور فروغی به سود جامعه ایران بود، اما به هر روی او در سودای ریاست جمهوری نبود و شاید هم مسیر دیگری جامعه ایران جلو میرد. اما کارهای دیگر فروغی کمتر شناخته شده است، آنم به این دلیل که آنچه که در دوران رضا شاه انجام داد سپس در دوران محمد رضا شاه آنچنان برجسته نشان داده نشد، زیرا میدانید که فروغی پس از دوره اول نخست وزیری خانه نشین شد و داماد او پسر اسدی، یکی از دامادهای او پسر اسدی، یکی از پسران اسدی به زندان افتاد، پدر داماد او اعدام شد و خود او 6 سال تمام اصلا اجازه دیدار با پادشاه را نداشت و شاه هم اصلا صحبتی از او، نامی از او به میان نمی آورد و این است که کمتر درباره کارهای او سخن به میان رفته. از سوی دیگر شاید بتوان گفت که فروغی مورد بیمهری روشنفکران ترقی‌خواه ایران هم قرار گرفته. او به عنوان یکی از مهره‌های سازندگی دوران پادشاهی رضا شاه می‌دانند و به نادرست او یکی از سازندگان استبداد در ایران می‌خوانند که این ارزیابی کاملا نادرستی از نقش فروغی در تاریخ ایران است. مرسی آقای امینی عزیز، خسته نباشید. سپاسگزارم. ما این بحث رو ادامه خواهیم داد در برنامه آینده، شاید هم برنامه پسا آینده. این شب و روز شما خوش، ممنونم ازتون، موفق باشید. با سپاس از کارگردان برنامه آقای امیر و با سپاس از همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودن. شب روزتون خوش.